سلام به همگی و این استریم برنامه نویسی EBPF گولنگ و سی و لینوکس منه. اسم من مارکه و من خیلی دوست دارم، خیلی به شبکه علاقه دارم و خیلی دوست دارم با کد بزنم، چیزهای مربوط به شبکه کد بزنم. یه ابزاری دارم میسازم اینجا که میتونه، یا هدفمون اینه که بتونه latency یا round trip time به قولی یک ارتباط TCP رو بتونه محاسبه کنه. و این کار داریم میکنیم چون که این کار داریم میکنیم به خاطر اینکه میخوایم ببینیم یه کیفیت، چطوری بگم، اتصال اینترنتمون در چه حده. خب اگر راوند تریپ تایم یا لیتنسی خیلی بالا باشه، کیفیت اینترنتمون پایینه، یا اون چیزی که داریم بهش دسترسی پیدا میکنیم خیلی دوره از ما. خب دلیلی که این رو دارم انجام میدم به جای مثلا پینگ زدن و اینا اینه که شبکه پکت های پینگ رو یه جوری دیگه باش برخورد میکنه تا TCP. پینگ اصلا اولویت نیست. ICMP پروتکل پینگ اصلا اولویت نیست برای شبکه ها. و نه تنها این، ولی هر پکت ICMP از مسیر وقتی که میخوره به یه روتری چیزی، سریع ترین مسیر تو اون روتر استفاده نمیکنه، مستقیما میره به CPU. و توی این روترهای سخت افزاری پکتی که میره سمت CPU و CPU کارش انجام میده کار خوبی نیست، درست نیست، درسته البته ولی کنده. پس بعضی از شبکه ها پینگ رو کاملا فیلتر میکنن، بلاک میکنن، که این اشتباهه ولی میکنن. در نتیجه محاسبه کردن لیتنسی یک اتصال TCP خیلی کاربرد داره. من یه ایونت برگزار میکنم گهگداری، البته قبل از کرونا، که تو این ایونت دیده بودیم که پینگ لیتنسی خیلی خوب نشون میداد اما ارتباط های TCP برقرار نمیشد. و بعد از یه سری تحقیقات که من کردم و یه چهار تا ابزارهای خیلی کوچولو اسکریپت و کد نوشتم که بتونه کلی زیاد، مقدار زیاد اتصال های TCP برقرار کنه که ببینیم مشکلش از چیه. و دیده بودیم که بعد از 1000 تا از این ارتباط های TCP که برقرار میکنه دیگه نمیتونه. و این یه مشکل از مودم بود، مودم هایی که تو این ایونت بودن. و من تصمیم گرفتم که خب ICMP و پینگ دیگه راه درستش نیست برای محاسبه کیفیت اینترنت. و TCP یه سری چیزهایی داره توی پروتکلش که میتونی اگر یه دید داشته باشی از ارتباطهای TCP بتونی این لیتنسی رو محاسبه کنی، ولی خب یه جورایی یه طرف است. فرض کنیم که شما یه سرور دارید و کاربرا دارن به این سرور وصل میشن از طریق TCP. اگر یه ابزار یا یه چیزی گذاشته بودی رو سرور خودتون و کاربرا دارن به شما وصل میشن، نمیتونی به راحتی اون لیتنسی رو محاسبه کنی، البته به روش من. این بیشتر به درد میخوره برای کسایی که خودشون دارن ارتباط، اکثر ارتباط ها رو قرار میکنن، مثلا توی روتر خونه یا توی محیط خونه، که طرف هم درخواست میزنه به سرورها، مثلا وبسایت باز میکنه، از این کارها انجام میده. و این باعث میشه که همه اتصال های TCP یه طرفه باشه یه جورایی، یعنی شروعش از خودمون باشه، ما برقرار میکنیم، سرور جواب میده. و اینطوری اگه ما یه نرم افزاری بذاریم توی محیط خودمون یا روی سیستم خودمون، میتونیم این لیتنسی رو محاسبه کنیم. دارم از چند تا تکنولوژی استفاده میکنم برای این کار. الان این پنجمین استریم میشه که دارم این کار رو انجام میدم.
یکیشون اینه که یکیشون این گلنگه که قسمت یوزر اسپیس، یعنی برنامه اصلی که اجراش میکنه از ترمینال یا شاید بعدن سیستم دی یه سرویس بیاریم بالا، گولنگ رو داریم و بعدش سی داریم که کدی که میخوایم بنویسیم که بره توی کرنل این پکت های تی سی پی رو بررسی کنه رو با سی نوشته میشه. و ای بی پی اف و لینوکس، ای بی پی اف یه تکنولوژی که توی لینوکس هست و این کد سی رو که داریم مینویسیم کمپایلش میکنیم به ای بی پی اف که یه بایت کد فرمته، یه اینستراکشن ست که این مخفف Extended Berkeley Packet Filter. و این وقتی که کامپایل میشه به eBPF میتونیم در حالت ران تایم این رو لودش کنیم توی لینوکس و لینوکس میتونیم به لینوکس بگیم بیا اینجا به این قسمت کرنل وصلش کن و این eBPF قابلیتی این رو داره که بتونه اطلاعات رو ارسال کنه به یوزر سپیس و ما از همین استفاده کردیم. تو استریم قبلی نشونتون دادم که ما میتونیم یه استراکت که ما اینجا تعریف کردیم اینجا رو بتونیم بفرستیم به یوزر سپیس. زمینه ببندم. خب تو استریم قبلی من یه چیزی نوشته بودم که تونست یه آرایه بایت ارسال کنه با این چی بهش میگم پرف ایونت آوتپوت، خب، و سمت یوزر سپیس بخونیمش. سمت یوزر سپیس سری کارها انجام دادم که این کد خیلی تمیزتر باشه و یه چنل ساختم. اینجا تو یوزر سپیس ما یه فانکشن ران داشتیم و تو این فانکشن ران یه چنل ساختم که یه آرایه بایت همیشه ارسال میشه توش یا رد میشه توش و یه گوروتین ساختم اینجا که یعنی یه جورایی میشه یه ثرد جدا، خب، که توش فقط یه حلقه داره، یه حلقه فور داره و هر بار این حلقه اجرا میشه این رید رو صدا میزنه روی این آبجکت ریدرمون که از پایپ بگیره که همون پرف ایونت میشه. از پرف ایونتمون رید میکنیم و میگیریم تو ایونت، میذاریمش توی متغیر ایونت و ارورش هم اگه ارور بود خب پرینتش میکنیم و کانتینیو میذاریم، میریم به ته حلقه، دوباره برمیگردیم به بالا و دوباره میریم. اگر ارور وجود نداشت ما این ایونت رو را سمپلش رو میگیریم که این آرایه بایت، میبینید این آرایه بایت رو میفرستیم توی این کانال، توی این چنل البته، و خب این داره توی ثرید دیگه اجرا میشه، کاملا جداست. یعنی این که اجرا، این خط که اجرا میشه این رو توی ثرید جدا اجرا میشه و مستقیما میره شروع میکنه اینو اجرا کردن. خب یعنی این کد اینجا و این کد اینجا همزمان اجرا میشن. خب اینجا یه حلقه فور داریم و این فور چیکار میکنه؟ سلکت میزنه روی دو تا چیز و یکیش اینه که این CTX done انجام بشه. CTX done وقتی که این بلاک میکنه، خب این CTX done موقع آن بلاک میشه وقتی که ما کانتکستمون رو کنسل کردیم و یه طوری درستش کردیم که اگه ما کنترل سی بزنیم یا به برنامه سیگنال بدیم این کنسل میشه و این چیکار میکنه؟ این کیس موفق میشه، ریترن رو صدا میزنیم و پروب رو کاملا میبندیم. یعنی پروب رو میبندیم، ریترن میکنیم، از این فانکشن کاملا میزنیم بیرون و برمیگردیم به این کد اینجا توی CMD اینجا که وقتی اینجا خورد اگزیت میکنیم، به تای مین فانکشن رسیدیم. حالا این بلاک میکنه و اگر اینو صدا این کنسل نشه این همینطوری در این حالت میمونه و این سیلکت چیکار میکنه؟ میبینه کدوم از این دوتا شرط ها موفقن. خب و اگه این نباشه، این هنوز بلاک داره میکنه، اینو چک میکنه. اگه این یه چیزی توش باشه، یه کانال داریم، از این کانال میخونیم، این رو میذارتش تو ایونت و ایونت رو پرینت میکنیم. فعلا کار خاصی باشه نمیکنیم، فقط پرینت میکنیم. و وقتی که این ایونت رو پرینت میکنیم برمیگردیم به بالای این حلقه
دوباره سلکت میزنیم، منتظر میبینیم تا چیز دیگه یکی از این دوتا شرط ها مثبت باشه یا موفق باشه. و در حالت اجرای این برنامه اینطوری باید باشه که این CTX دان صدا زده نمیشه و این گوروتین هی این ایونت ها رو از کرنل میگیره، دریافت میکنه، میریزتش تو این کانال و این فور لوپ اینجا، حلقه اینجا از کانال چنل سی داره میخونه، میریزه تو این متغیر و این متغیر رو پرینت میکنه مستقیما. این اینطوریه. و سمت کدمون چیکار کردیم؟ این ایونت آرایه نمیشه، ولی خب یه مثل یه لوله میمونه که از کرنل اسپیس به یوزر اسپیس میتونیم داده ارسال کنیم یا بفرستیم. و ما یه استراکت اینجا ساختیم که بتونیم به راحتی این داده هایی که میخوایم بفرستیم و بفرستیم به سمت یوزر اسپیس. و چیکار کردیم توی این شرط، این توی این سویچ؟ خب به شرطی که این IPv4 باشه، ما این یه این استراکت رو اینیشیالایز میکنیم، ساختیمش و صفرش کردیم. و این سورس آدرس که یه IP آدرس باشه پرش میکنیم با IP که اینجا پارسش کردیم، اینجا از پکت خوندیم و درش رو بردیم و میتونیم اینو بریزیم تو این، اینم بریزیم تو این. اومدیم پایین تر، اگر این TCP سین فلگش مثبت باشه، سورس پورت و دستینیشن پورتش هم میذاریم، سین فلگ که میذاریم ترو چون میدونیم سینه، و اکش هم کپی میکنیم از پکت. و به شرطی که این سین باشه، این پرف ایونت فانکشن رو صدا میزنه، یا بهش میگن BPF helper رو صدا میزنه. وقتی این رو صدا میزنه، این استراکت رو بخشید، این خود پکت رو بهش میدیم، SKB رو بهش میدیم، یه رفرنس به خود اون پایپ لوله‌ای که به یوزر سپیس داریم، میگیم که این یه کانستنته که داریم بهش میدیم، یادم نمیاد دقیقا چرا، البته این داکیومنتیشنش میگه، و یه رفرنس به اون استراکت که ما ساختیم و پرش کردیم و اندازه اون استراکت هم بهش میدیم. و من اینجا چون یه شرطه، چون این میتونه عددهای کمتر از صفر، عددهای منفی به ما ریترن بزنه، گفتم اگه این منفی باشه ریترن بزن اوکی، یعنی کاری با پکت انجام نده. خب ما نمیخوایم تو این هیچ مرحله‌ای که داره اجرا میشه پکت رو بندازیم، نمیخوایم کاری بکنیم که این پکت چیز بشه، میخوایم همیشه موفق رد بشه از پروگراممون. خب یه چیزی که الان حواسم نبود اینه که این مثلا این دست پورت رو باید DST بکنم، چون دست ادرس رو اینطوریش کردم. خب این یه استراکت ساختیم و داریم این بایت ها رو میرسونیم به چیز، به یوزر سپیس. بذار یه نمونه بهتون نشون بدم. بریم اینجا، اول اینکه make test رو میزنیم، یکم کنده ولی من نمیدونم چرا. اوکی موفق بود. خب بعدش میزنیم make build و میتونیم صدا بزنیم sudo bin lolat و کارت شبکه وایفای من که فکر کنم این باشه. و مستقیما میبینیم همه چی وصل شده به کرنل و اینا و داریم داده میبینیم، داریم چیز میز میبینیم توی این آوتپوت اینجا. و اگه مثلا اینجا nc netcat بزنم به google.com پورت 80، میبینیم که چیز میز میاد. و فکر کنم این یک میبینی و صفر میبینی، این فلگ سینشه و این فلگ اکشه و این فلگ سین و فلگ اکی اینجا، یعنی پکت اولی سین بود و پکت دوم سین اک بود.
و یه سری آدرس میبینیم اینجا، میتونید ببینید که من آی پی من 10.228.228 خب، و میبینیم که 10.228.228 اینجا داریم و داریم به این فلان سرور وصل میشیم اینجا. و برگشتش هم میبینید که یه آی پی دیگه داره ولی اون آی پی اصلی خودمون رو هست، چون همه چی جابجا میشه. خب حالا ما میخوایم این قابل خوندن باشه، پس بذار یه متد بنویسیم. بذار اینو کنترل سی بزنم. کلی خطا داد، من نمیدونم چرا، ولی احتمالاً به خاطر اینکه باید یه جایی کلوز صدا بذارم. ما تو کد گولنگمون میتونیم این رو چیز کنیم، آن مارشال کنیم به قول چیزهای این قوانین گولنگ. نمیدونم اینو همش میگن متدهای آن مارشال بساز. خب میتونیم توی کد پکتزمون، ما میخوایم اینو آن مارشال کنیم به پکت. آه نه این نه، میخوایم بریم تو کد تی سی پی مون. یه فانکشن بسازیم، آن مارشال باینری، و یه آرای بایت یا سلایس بایت میگیریم و چی ریترن میزنیم؟ یه پکت. و این استراکچر باید چه شکلی باشه؟ باید اولین سری بایت یه مقدار باشه، یه مقدار بایت باشه، و اولش باید فکر کنم 4 تا بایت باشه به خاطر اینکه استراکت ما که ما ساختیم سورس ادرس دستینیشن ادرس، یعنی سورس ادرسش 4 تا بایت اولی، دستینیشن ادرس 4 تا بایت دومی. این آی پی وی 4 البته بعدن شاید تو این استریم کامپتیبل کردم یا درستش کردم که با آی پی وی 6 هم کار کنه. بعدش دو تا پورت ها رو می‌بینیم. پس میتونیم فکر کنم باید اینطوری انجامش داد. خب پکت و سورس آی پی میذاریمش این، ولی از 0 به 4، و دست آی پی این از 4 به 8. و این کاملا بذار این هم ریترن بزنیم این پایین. خطای خاصی نمیده و ما میتونیم اینو یه بار امتحانش کنیم. خب تو این پروب گو میتونیم بزنیم tcp.on. آها اکسپورت نشده. on marshall binary و بهش ایونت رو بدیم و این به ما tcp packet. نه پکت نمیده. پکت attributes. ما میتونیم اینجا int f verbosish کنیم packet attributes. خب خطایی به ما نمیده. اوکی اینو make بیلد میزنیم. خب اینجا هم اگه این سی بزنیم. خب اوکی ببینیم اینو پارسش کرده. خب به حالت آی پیش، آی پی صفر، آی پی صفر، فالس فالس. خب به خاطر اینکه پورت ها رو هم چیز نکنیم ولی میدونیم که کار میکنه. اوکی
میریم تو پرو، میریم آن مارشال باینری، میذاریم که سورس پورت، و ما اینجا یو این 16 کردیم دیگه. خب یو این 16 نمیشه مستقیما از بایت سریالایزش کرد، باید صدا چی باید صدا بزنیم یادم رفت، میتونیم میتونیم گوگل بزنیم، این بهترین باشه. Calling UINT 16 from what's package binary. Ah, are read UEU variant byte order. Entry. فکر کنم binary.uvariant باید باشه. خب source port equals binary.uvariant و نه you put uvariant نخواستم. Read your variants. The in hashed be ده هستیم و یه ارور هم به ما میده. خب if error not equal to nil return nil. اینجا هم باید این فانکشن رو تبدیلش کنیم که به ما پکت بده و ایرور بده، و اینو فکر نکنم اینطور قبولش کنه، باید یه پکت خالی بهش بدیم. سورس پورت و امیدوارم این دیگه اینطوری جواب بده. یوینت 16 از سورس پورت بگیریم، تست پورت هم دقیقا همین کاری بکنیم. امیدوارم NDNS مشکل نباشه برای ما. نه فکر کنم میشه. تست پورت اینطوری. از 10 به 12 DST destination. خب چرا خطا میده؟ cannot use. ای بابا. خب you weren't read زدم پس این ارور نمیده. You weren't decodes a use UN64 from buff and returns the value and a number of bytes read. اوکی ما پس قسمت دومش نمیخوایم. ارور هم نداره پس. ببخشید. Cannot initialize one variables with two values. Save as any. What can I host them? You were int, you were int.
امیدوارم دیگه این اوکی باشه. Unmarshall binary, whatever. Okay. Well, make build میزنیم. دوباره اجرا میکنیم. خب الان اگه یه netcat بزنم دوباره پورتاش صفره. ولی اینجا یک مثلا. فکر کنم NDNS شاید مشکل داشته باشه. باید بیگ اندین باشه. بیگ اندین از بیگ اندین امپلمنتیشن اف بایت اوردر لیتل اندین. Byte order. A byte order specifies how to convert byte sequences into, well, example get. Ha, اینجا دقیقا اینو میخواستم. خب binary.littleendian.uint16. binary.bigendian رو میخواین. .uint16 big endian uint 16. این دیگه باید چیزی که ما میخوایم باشه. اوکی make build. ببینید اینجا. آها پرفکت. خب موفق شد. اینجا داریم میبینیم که source IP آدرس خودمونه، لپتاپ همه. source port هم یه چیزی بالای 50,000 که این کاملا عادیه. و بعدش IP 216.58.213.14 احتمالا یه دونه از IP های گوگل. و destination port 80 که همینجا 80 استفاده کردیم. اگه واضح نیست. آره ما میتونیم بزنیم مثلا ping google.com. این داره IPv6 به من جواب میده پس زیاد جواب نمیده. ببینیم کامنتی چیزی هست تو استریم یا نه. ببینم سه نفر الان سه نفر دارن تو استریم دارن نگاه میکنن. اوکی این پس موفقه. تا اینجاش ما اوکی شدیم. ولی سینو اکشو هنوز انکود نکردیم. بذار این کارم انجام بدیم. ما میخوایم سین رو بزنیم توی اون استراکتمون. کجا بود؟ بول اک. خب و فکر کنم یه بیت بود دیگه، نه یه بایت بود، ببخشید یه بایت بود. خب و کلن یا میتونه صفر باشه یا میتونه یک باشه و توی یه دونه بایت ما داستان NDNS رو نداریم. پس در نتیجه ما میتونیم مستقیما این رو تبدیلش کنیم به یه، فکر کنم میتونیم تبدیلش کنیم به یه بولین. آره این 12 و اک این
نیستم. اینا رو قبول نمی کنم، ولی شاید ما بتونیم اینطوریش بکنیم. آره خب اینطوری اگر اون بایتی که از اینجا میخونه تو این ایندکس 12 باشه یک باشه این میکنتش ترو، نباشه میکنتش فالس. پس اینطوری جواب میده. خب اینا رو هم اینطوری بذاریم. میتونم همش رو یه خط بذارم تو اینجا ولی یکم قاطی ماتیه، نمیدونم تمیز نیست. خب پس اگر الان این کار رو بکنم make build اجراش کنم و از این ور یه netcat بزنم، میگه اولین پکیت که از ما ارسال میشه سین فلگه، چون این اولین ترویش تروه، و پکیتی که برمیگرده سینش تروه و اکش هم تروه. دقیقا یادم نمیاد چیزی رو میتونیم یه structure pretty print کنیم تو golang. بذار golang pretty print struct. آها این plus printing structs plus adds field names. اوکی برای اینکه یکم واضح تر باشه این plus رو میذاریم. build و بعدش کلی connection باز میکنیم. میبینید سین ترو اکت فالس، سین ترو اکت ترو. پس حل ما تونستیم این اطلاعات رو از کرنل برسونیم به یوزر سپیس، ولی برای IPv6 این کار نمی کنه. این داره فقط برای IPv4 کار می کنه. و اگه مثلا برم نمیدونم یه سایتی که IPv6 رو تست می کنه دیگه، IPv6 only site، نمیدونم تست رو IPv6. خب فقط همش IPv4 داریم میبینیم اینجا. ولی IPv6 دارم، ولی فقط IPv4 میبینیم. دلیل اینکه اینطوریه به خاطر اینکه ما توی پرو فقط IPv4 اینگرس و ایگرس وصل کردیم، چون اینجا میگه پروتکل فقط ETP IP. اگر من این کد رو کپی کنم بذارمش و اینو بذارم 6 و اینجا بذارم ETP IPv6 و دوباره کلوزش کنم، make build بزنم و رانش کنم، الان به ما چی میگه؟ آها بذار اینو استاپش کنم. خب اینجا میگه الان 0000000. چرا؟ به خاطر اینکه الان توی این کد سیمون فقط توی این قسمت IPv4 این IP رو پر میکنیم، توی IPv6 اینو پرش نکردیم. واسه همین اون 4 تا بایت سورس و دستینیشن صفرن همیشه. دلیل اینکه این طوریه به خاطر اینکه IPv4 و IPv6 کلن جدا از هم. IPv4 یا آدرس 4 تا بایته، IPv6 آدرس 16 تا بایته. پس باید این رو یه جوری انکودش کنیم وقتی میخوایم بفرستیمش به یوزر سپیس. پس ما باید یه راهی پیدا کنیم برای اینکه اینا رو بفرستیم و وجود داره. ما بهترمونه که
همیشه 16 بایت بفرستیم به یوزر سپیس، ولی بتونیم تشخیص بدیم که این 16 بایتی که فرستادیم توش فقط یه IPv4 داره نه IPv6، برای کیس هایی که برای موقعی که یه IPv4 میخوایم بفرستیم. با این RFC فکر کنم IPv6 رو این مفهوم رو داره و یه استاندارد براش داره، میگه IPv6 IPv6 addresses with embedded IPv4 addresses. Two types of IPv6 addresses are defined that carry an IPv4 address in the low order 32 bits of the address. These are the IPv4 compatible IPv6 address and the IPv4 mapped IPv6 address. یعنی دو تا استاندارد داریم برای این. IPv4 compatible IPv6 address. The IPv4 compatible IPv6 address was defined to assist in the IPv6 transition. The format of the IPv4 compatible IPv6 address is as follows. 80 تا بیت که صفر با 16 تا بیت صفر با IPv4 آدرس IPv4 گذاشتن تو ته 32 بیت ته این IPv6. Note: The IPv4 address used in the IPv4 compatible IPv6 address must be a globally unique IPv4 unicast address. The IPv4 compatible IPv6 address is now deprecated because the current IPv6 transition mechanisms no longer use these addresses. New or updated implementations are not required to support this address type. بعدش IPv4 mapped IPv6 address. بالایش compatible بود، اینکهش mapped. A second type of IPv6 address that holds an embedded IPv4 address is defined. This address type is used to represent the addresses of IPv4 nodes as IPv6 addresses. The format of the IPv4 mapped IPv6 address is as follows. 80 تا بیت که صفر با 16 تا بیت که ما با همون بایت اف پر میکنیم. FFFF. و این تهش IPv4 میزنیم. See RFC فلان for background on the usage of IPv4 mapped IPv6 addresses. ما میخوایم از این استفاده کنیم. این استاندارد الانه و داره به ما میگه که این برای اینکه بتونی یه آدرس IPv4 رو توی یک استراکچر، توی این چیش میگن ساختار داده IPv6 تعریف کنی. پس همین کار رو بکنیم. یه راهی براش هست و یه پکیج هم داریم که بتونیم اینا رو تشخیص بدیم. یه پکیج خود گولنگ میتونین کارو بکنه ها با استاندارد لایبرری، ولی یه پکیج جدید هست که یه استارتاپ به اسم تیل اسکیل داره استفادهش میکنه برای اینکه بتونه یه پکیج بهتر برای IP با IP آدرس کار کردن توی گولنگ. من میخوام، من تا حالا از این استفاده نکردم ولی میخوام ازش استفاده بکنم، میخوام ببینم چه جوریه. میخوام از این پکیج استفاده کنم برای اینکه تو یوزر سپیس این رو بتونم تشخیص بدم. ولی از سمت کرنل باید این رو بتونیم استفاده کنیم، بتونیم IP آدرس V6 و V4 رو بذاریم تو V6. پس این استراکتی که اینجا ساختیم که فقط IPv4 داره توش درست نیست. بذار به جاش IPv6 استفاده کنیم، آدرس های IPv6. ما یه استراکت داریم اینجا به اسم in6adder که اگه بریم توی چیز، توی خود سورس کد لینوکس میبینیم که این تعریف شده. کلی شرط کامپایلر مامپایلر داره، ولی خلاصه میخوایم بگیم یه استراکت هست که یونین داره که چند تا راه مختلف میشه بهش دسترسی پیدا کرد. یا میتونیم به طور 16 تا بایت یعنی U8 UInt8 بهش دسترسی پیدا کنیم، یا میتونیم به عنوان 8 تا UInt16 که میگه Big Endian هستن، یا به شکل یا به طور 4 تا UInt32 بهش دسترسی پیدا کنیم. خب و این به درد ما میخوره. ما میتونیم بگیم که در ایندکس 3 تو این آرایه اون IP آدرس V4 رو بذاریم و توی اون 16 تا بیت قبلش
کاملا پر از اف بکنه. فکر کنم این دیگه شدنیه. بذار چت رو ریفرش کنیم ببینیم کسی تا حالا چیزی گفته. نه چتی نمیبینم. خب ادامه بدیم. اینجا این سیکس ادر گذاشتیم و اینجا داره قر میزنه، داره میگه من نمیتونم کاری با این بکنم. این فرق داره. خب یه فانکشن جدید بسازیم بذاریمش. اصلا نه نیاز به فانکشن نیست چون ما فقط یک جا داریم این کار رو انجام. خب میگیم که create a IPv4 mapped IPv6 address. یه آی پی ادرس جدید بسازیم. struct in6. نه از همون آبجکت پکت میتونیم اون کار کنیم. packet.sourceaddress نقطه in6u و میتونیم توی ایندکس چندم چیز میشه، اولش توی این تهش ایندکس 0 فکر کنم، این آی پی سورس ادرس بریزیم. خب و برای دستینیشن هم همین کار رو بکنیم. in6u.u6 address 32 و بازم ایندکس 3 و اینجا IPv4 میذاریم و اون قسمتی که باید FF بکنیم تو RFC میتونیم ببینیم. یعنی این ایندکس چندومی میشه 2 تا 16 قبلش. پس فکر کنم packet.sourceadder.in6u.u6adder16. گفتیم ما چند تا از این داریم؟ 8 تا از این داریم. پس 7 میشه نمیخوایم پر کنیم، 6 میشه نمیخوایم پر کنیم، یا ایندکس 7 نمیخوایم پر کنیم، ایندکس 6 نمیخوایم پر کنیم، ایندکس 5 نمیخوایم پر کنیم با if. آره 5 و میخوایم چی بذاریم؟ 0xfff و packet.dist.adder.in6u.in فکر کنم اینطوری 0xfff اینطوری فکر کنم اینطوری جواب بده. و تو IPv6 میخوایم چجوری ریپرزنت کنیم؟ بذار فعلا اینو کامپایلش کنیم و سمت گولنگ این رو اوکیش کنیم توی کد پکت. خب ما میتونیم ببینیم که این از 4 بایت. خب بذار اینجا یه شکل براتون بسازم. خب میگیم 4 تا بایت اولی، بعدش 4 تا بایت دومی، بعدش 2 تا بایت، بعدش 2 تا بایت و بعدش 1 بایت با اضافه 1 بایت. اینطوری بود. خب که این 4ش source address بود، این dist address بود، این source port بود، این destination port بود و این sin بود و این ack بود. ولی الان دیگه شدیم 16 به اضافه 16 به اضافه 2 به اضافه 2
به اضافه یک، به اضافه یک. یعنی این دیگه فرق داره. خب ما الان باید بگیم از صفر به 16 و از 16 به 32 و این بالا از 32 به 34 و از 34 به 36 و این پایین فکر کنم خود 36 رو نگاه میکنیم و 37 رو نگاه میکنیم. اینطوری فکر کنم بتونیم بازم آدرس های V4 رو بخونیم. make build بزنیم و دوباره رانش کنیم و اگر اینجا اینو بزنم، بله هنوز موفقه، هنوز به ما اون آدرس ها رو نشون میده، چون اون پکیج خود نیتیو گولنگ تشخیص داده که این آدرس IPv4 و اینطوری نشونش بده. بله خب پس موفق شدیم اینطور اینجا. یعنی ما یه تغییرات خیلی کوچولو انجام دادیم، کد سیش موفق بود، رفت تو کرنل، الان یه جوری دیگه به یه تعداد بایت های دیگه به ما داره میده و هنوز تونستیم اون رو به طور موفق پارسش کنیم، تبدیلش کنیم به این استراکتمون و پرینتش کنیم. فقط ایندکس ها رو باید تغییر میدادیم. خب حالا که این کار رو کردیم، بذار این حالت IPv6 رو اوکی کنیم. IPv6 هنوز باید صفر باشه. بذار این هنوز داره ران میشه دیگه. میتونیم بریم تو این سایت اینو F5 بزنیم و میبینیم که بیا IPv6 آدرس IPv6 کاملا صفر داره بیمان بیده. این موفق نبود. سب کنید دوباره اینو ریفرش بزنم. خب IP آدرس V6 خالی داریم میبینیم اینجا چون پر نشد. ولی به جای اینکه صفر باشه میبینیم که V6 خالی هست چون دو نقطه داره. بذار تو کد اینو درستش کنیم. پس توی کد C الان باید اینو درستش کنیم. اینجا دیگه نیاز نیست مپینگ بسازیم. میتونیم اینجا الان بگیم packet.sourceaddress.in6u. آره نه فکر نکنم نیاز به این باشه. خب میتونم بزنم packet.ip.sadr. فکر کنم این اوکی باشه. IP6 آره فکر کنم این اوکی باشه. packet.dadder IP6 destination address. خب امیدوارم اینم جواب بده. بذار ببینیم کرنل قبول میکنیم کد رو. make test. کرنل کد رو تونست لود بکنه، کامپایلش هم کردیم، دوباره وصلش میکنیم به چیز. این دفعه IPv6 رو دوباره ریست میکنیم. آره میبینی الان IPv6 آدرس هم داره میاد. اینم آدرس خودمه دیگه، آدرس این لپتاپ همه. و آره این موفقه، کاملا داریم موفق پارسش میکنیم. یعنی این الان کاملا کامپتیبل IPv4 و IPv6 کردیم و این ایونت ها رو داریم ارسال میکنیم به یوزر سپیس. بعدش چیکار کنیم؟ این که موفق بود از اون پکیج استفاده نکردیم هنوز، ولی بذار از اون پکیج استفاده کنیم تو اون کدمون. بذار به جای net.ip netadder.ip و این اسم پکیجش چی بود؟ inet.af. این AFش منظورش address familyه،
نه یه چیز دیگه که شاید عادت داشته باشی بهش شنیدنش. خب go get in. اوکی و اینجا میذاریم. نه IPv6 address نخواستم. بکنم inet.af/net در بود. اوکی اینجا داره میگه IP is not a slice. ها خب آره تایپ هاش متفاوته. Could not import no required modules pack. عجیب فکر کردم به موجول هم اضافهش کردم. Go mod. آره اینجاست. آه دیگه قرار نمیزنه. اوکی خب پکت هش متد هشمون مشکل داره. source.ip رو netadder.ip چه متد هایی داره روش که به ما بایت بده؟ از 16 میخوایم، از 16. آره dot as 16 dot as 16 is not a slice. نمیتونم اینطورش بکنم. نه نمیشه. source equals packet dot source IP dot s16. نمیشه اینطوریش کرد. Append source packet dot source IP dot as 16. اینطوری هم نمیشه انجامش داد. Hmm.
16 return, 16 by representation. Someone's last name to land. No. نه دیگه بلد نیستم. بلد نمیاد. بذار ببینیم. بولنگ. پند. نیکست. ری تو سلس. نجیب فکر کنم میتود های دیگه هم بود روش. و این نظر اولیم راجع به این پکیج اینه که یه سلایس بد نمیده، فیکس سلایس آره میده. تنها رایی که به ذهنم من میرسه اینه که تک تک بایتا رو بهش اپند کنم توی حلقه. خیلی مزخرفه اینطوری. بذار سورس بور آی
این باید خود بایت باشه، این باشه source equals end source و val یا entry. یه چیز رو خراب کردم اینجا. source append و بعدش packet dot temp. این کار رو با هم میکردم و این پایین چی پاک کردم؟ اینو باید به دست اپند کنم. این رو بذارم اینجا. دست. خیلی جالب در نایمت. خب. تونستیم اینطوری انجامش بدیم. آها، ما نمیتونیم این کار بکنیم. بازم بریم به داکیومنتیشن، میگیم IP from 16. همین IP from 16 باید استفاده کنیم. این هم فکر کنم چیز جالبی نباشه. باید تستش کنیم. source IP netadder.ip from 16. اگه ما بهش مثلا این رو بهش بدیم به ما غور میزنه. آره نمیتونیم. بذار سورس temp equals make چی میتونیم بذاریم؟ var temp میذاریم 16 بایت. خب temp declared but not used. بعدش میتونیم بذاریم temp equals copy و temp نمیشه این. A copy رسالا میزنیم. میگیم temp as in step 16. copy expect slice arguments found temp. اخ. copy هم فقط slice میگیرم.
اگه بازم اینجا با یه حلقه بذاریم، من با حلقه حال نمی کنم اینجوری. بور I bow in 0 به 16. میذاریم temp I equals okay. Source. Here. In a misery net adder dot IP from Shuns there. Then Jewish source adder meeting. و اینو کپی میکنیم. best adder 16 بایت از این 16 به 32 و best adder رو تغییر میدیم و اینجا میذاریم net adder dot ip from 16 best adder اینطوری. و اگر ما make test بزنیم cannot use net IPv4، باید تستمون هم تغییر بدیم برای این. اوکی، ما باید چجوری میتونیم با net adder، net adder این بالا هم باید importش بزنیم. net.af net adder net adder آها اینطوری میتونیم بهش بدیم. اگه اینطوری بذاریم فکر کنم اوکی میشه. پس نیاز به این نبود. الان دوباره میک تست بزنیم، موفق شد. اوکی، خب پس این ریورس کولیژن تستمون رو دوباره اوکی کردیم، این رو هم اوکی میکنیم، اینش اوکی شده. دوباره کامپایل میذاریم، میک بیلد و رانش میکنیم. ران کانکشن اجرا میزنیم. خب آی پی وی 4 اش اوکیه، اون سایت برای آی پی وی 6 ساختن. یه ریفرش میزنیم این ور میبینیم آها تمام آدرس های آی پی وی 6 هم میاد بالا. اوکی، خب پس حل اون کتاب خونه چند تا دلیل هست که میخواستم از این استفاده کنم. درسته که یکم حالا شاید من چیزها رو فراموش کردم تو گولنگ، ولی این کتاب خونه به جای اینکه خب اوکی اینطوری باید بگم، استاندارد لایبری برای اون آبجکت چیز آی پیش 40 خورده بایت الوکیت میکنه برای فقط یه آی پی. IPv4 IPv6 فرقی نمیکنه، 40 خورده بایت الوکیت میکنه. یعنی IPv4 فقط 4 بایته. استراکت این نت ادر خیلی کوچیک تره، فکر کنم 20 خورده بایت استفاده میکنه. کتابخونه اش عاقلانه تره، یعنی
آگاهی بیشتر داره و قابلیت بیشتر هم داره و شاید بعدا تو پروژه برای چیزهای دیگه ازش استفاده کردم. واسه همین میخواستم ببینم این لایبری، این کتابخونه نت ادر چجوریه، چه شکلیه. من با اینکه سلایس نیست و فیکست آری استفاده میکنه زیاد حال نمیکنم. شاید بعدا خودم رفتم ببینم یه راه بهتری هست برای این کپی کردن از یه سلایس به یه فیکس آری و اینا که از حلقه استفاده نکنه، یا مثلا میرم یه متد میسازم برای این حلقه کوچولو که ساختم. ولی آره مثل که این کار میکنه و من بیشتر یک ساعت دارم استریم میکنم. اینجاشم موفق شدیم، آدرس های ابی‌وی‌6 هم گذاشتیم توش و فکر کنم استریم بعدی من تایم استمپ رو میگیرم و تایم استمپ رو میفرستم به یوزر سپیس از کرنل و بتونیم ببینیم آیا میتونیم محاسبه کنیم این لیتنسی رو یا نه. و فکر کنم اون استریم که نشون میدم که یه لیتنسی رو میتونیم ببینیم رو آخرین استریم این استریم های این برنامه رو چیز میکنم، یعنی اون آخرین استریم میشه فکر کنم. خب اوکی، من دیگه برای امشب این کار تمومه. قبل از اینکه شب بخیر بگم که لینک های یوتیوب، تلگرام کانال داریم، توییتر هم هست، یه بات داریم تو تلگرام، اگه نظری داشتید میتونید تو اون بات نظراتون رو بدین که من بعدم بخونم و ببینم میتونم استریم رو چجوری بهترش کنم، در مورد چه موضوعی میتونم استریم کنم. و اگه سوالی چیزی داشتین در مورد این کاری که دارم انجام میدم، و یکی دو هفته پیش یه توییت کرده بودم گفتم که یه جورای مسابقه ای دارم، حالا مسابقه نیست، نمیدونم اسمش چی میتونه باشه، ولی توییت کرده بودم گفتم که به 5 نفری 5 دلار میدم که یه بلاگ تکنولوژی تخصصی یه چیزی بنویسن و نه فقط مثلا یه توتوریال نمیدونم چطوری میتونی پرینت هلو ورلد بزنی، یه چیزی حرفه ای تر، یه چیزی جزئی تر، بلاگ بنویسن به فارسی و به انگلیسی. اگه این کار رو بکنن، این بلاگشون رو نوشتن منتشر کردن، به من توییت بزنن و ببینم میتونم بهشون یه جایزه بدم یا نه. من هیچ سودی نمی کنم ازش و تو میتونی، شما میتونید در مورد هر موضوعی که مربوط به برنامه نویسی، تکنولوژی و مثلا دیوابس و 300 مینی میتونید بنویسید و منم ببینم میتونم بهتون جایزه بدم یا نه. اینم از این. خب من دیگه خسته شدم، برای امروز به اندازه کافی کد زدم، روز تعطیلم. خب شبتون بخیر، انشالله هفته دیگه استریم، دوباره استریم میکنم، تشریف بیارید دوره هم باشیم کد بزنیم. فعلا خداحافظ.